فکر میکنن چون ادمینی شغل مجازیه نیازی به قرارداد مکتوب و رسمی نداره. این کاملا اشتباهه. ادمینی هم مثل هر شغل دیگه ای نیازمند یک قرارداد کاری مطمئنه که مشخص میکنه وظایف من به عنوان یک ادمین چیه، ساعت کاریم چقدره، چقدر قرار حقوق بگیرم، چجوری قرار این حقوق پرداخت بشه و موارد دیگه ای که تو هر قراردادی هست. خیلی از ادمینا الان این دغدغه رو دارن که کارفرماها ساعت کاری رو رعایت نمی‌کنن، از کجا معلوم دستمزد ما رو بدن، کارایی ازمون میخوان که تو وظیفه ما نیست و از این قبیل چیزا. اما اگه از همون اول کار یه قرارداد بنویسین که توش همه جوانه شفاف و دقیق نوشته شده باشه، خیال هر دو طرف راحت. قرارداد از کجا بیارم؟ یه نمونه قرارداد توی کانال تلگراممون گذاشتی، میتونی از اونجا دانلود کنی. اینم آیدیش. حالا بریم ببینیم توی قرارداد چی باید بنویسیم. اول از همه اطلاعات دو طرف قرارداد یعنی ادمین و کارفرما گفته میشه، مثل اسم، آدرس، شماره تماس و مشخصات دیگه. بعد کارایی که ادمین باید انجام بده دقیق گفته میشه. مثلا ادمین فقط قرار دایرکت و کامنت جواب بده، یا ادمین فقط تولید محتوا میکنه، یا اینکه مدیریت کامل پیج دستشه. بخش بعدی مربوط به پرداخته که دستمزد ادمین چقدره و چجوریه، ماهیانه، ساعتی، پروژه‌ای و چه زمانی قراره که پرداخت بشه. البته دقت کنید که هر کدوم از اینا میتونه بند و تبصره هم داشته باشه. مثلا اینجا میتونیم بگیم که اگر کارفرما دیر پرداخت کرد چه اتفاقی میتونه بیفته. توی قسمت بعد باید بگید که این قرارداد برای چه مدته و در صورت فسخ قرارداد از طرف ادمین یا کارفرما چه اتفاقی میفته، یا این سری شرایط دیگه. مثلا کارفرما میتونه بگه که اگه ادمین بخواد کنسل کنه بعد از 30 روز قبل اطلاع بده. مفاد اصلی قرارداد ایناست، ولی میشه برای محکم کاری چیزای دیگه هم آورد. مثلا از ضمانت کار حرف زد یا از محرمانگی اطلاعات پیج و چیزای دیگه. خب اینم از این. حالا ادمینایی که توی پیج هستین بیان توی کامنت ها از تجربیاتتون بگید تا کسانی که تازه میخوان ادمین بشن از تجربیاتتون استفاده کنن. مرسی.